سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. خب ویدیو امروز ما ساخته یک مشعل جوشکاری دو شعله هست. برای شروع کارمون از دو تا گژنپین پیستون موتور هوندا برای شعله پوش مشعل استفاده میکنیم و در ادامه کار به دو تا سرشعله پیکنیکی هم احتیاج داریم و مطابق ویدیو اون قسمت پایینی سرشعله پیکنیکی رو از قسمت بالایی جدا میکنیم. ما از این قسمت پایینی سرشعله پیکنیکی استفاده میکنیم به دو تا دلیل. اول اینکه پستانک پیکنیک به راحتی داخل رزه اون بازبسته میشه و دوم اینکه سوراخ لازم برای ورودی اکسیژن به داخل مشعل رو داره. مطابق ویدیو اون قسمتی که از سرشعله پیکنیک رو جدا کردیم روی یک سمت گژنپین قرار میدیم و با جوش نقره یا برنج این دوتا قطعه رو به هم متصل میکنیم. خب پتاقتر رو با جوش به هم متصل کردیم. همونطور که گفتیم مشعل ما دو شعله هست، برای همین سراغ اون دو تا قطعه دیگه میریم و اون هم به همین صورت جوش میدیم و به این ترتیب دو تا شعله پوش مشعل ما آماده شده. میتونید نحوه وصل شدن پستانک پیکنیک رو روی شعله پوش مشعل ها رو مشاهده کنید. برای ادامه کارمون به یک لوله آهنی سایز 10 احتیاج داریم که طولش 15 سانت هم باشه کافیه. این لوله آهنی وظیفه رساندن سوخت از پیکنیک به بالای مشعل رو به عهده داره. برای اینکه بتونه به پیکنیک وصل بشه این لوله آهنی کافیه که یک مهره سر پیکنیکی که تو تصویر مشاهده می‌کنید برنجی هست رو به ته این لوله آهنی جوش بدید. خب مهره سر پیکنیکی رو به ته لوله آهنی میچسبونیم و با جوش نقره این دو قطعه رو به هم محکم میکنیم. بعد جوش دادن مهره سر تکنیکی به ته لوله، مجدداً لوله آهنی رو به گیر محکم می‌بندیم و قسمت سری اون که باز هست رو با یک واشر یا یک تکه فلز کلم می‌کنیم و با جوش محکم می‌کنیم.
تو این قسمت با یک صفحه سنباده شکل اضافه های جوش روی شعله پوش مشعل ها و همچنین لوله رابط قسمت بالایی که پرم کردیم رو صاف میکنیم تا شکل و ظاهرشون بهتر بشه. خب مشعل ما به دو تا پستانک پیکنیکی احتیاج داره که هر کدوم از این پستانک ها به ته شعله پوش ها وصل میشه و قسمت تهی این پستانک ها بایستی به اون لوله فلزی که درست کردیم متصل بشه و جوش بخوره. مطابق ویدیو دو تا پستانک رو روی لوله فلزی قرار میدیم و محلشون رو علامت میزنیم و این محل دو تا علامت رو با یک مته سایز 8 سوراخ میکنیم. قبل زدن سوراخ یک نکته بایستی بهتون بگیم، این دوتا سوراخ که پستانک روشون قرار میگیره بایستی تو قسمت بالایی اون لوله فلزی قرار میگیره، قسمتی که پلمپش کردیم، و فاصله این دوتا سوراخ از همدیگه به طول 3 سانت باشه کافیه. دو تا قسمتی که علامت زدیم رو با مته سایز 8 سوراخ کردیم و بعد داخل لوله رو خوب صاف میکنیم تا هیچ براده داخل اون نمونه. قبل جا زدن پستانک داخل سوراخی که روی لوله فلزی ایجاد کردیم، اون قسمت لبه مانند پستانک که روش اورنگ لاستیکی قرار میگیره رو با فلز صاف میکنیم و بعد جا زدن با جوش نقره دور تا دورش رو پر میکنیم و بعد با پستانک بعدی هم همین مراحل رو انجام میدیم. اولی رو جوش دادیم و دومی رو هم سر جای خودش قرار میدیم و با جوش نقره محکمش میکنیم. خب مشعل ما دیگه تقریبا آماده شده،
فقط یک بار دیگه با سنباده نم تمامی قسمت ها رو صیقل میدیم تا ظاهر بهتری پیدا بکنیم. مشعل ما آماده روشن شدن هست. برای این کار احتیاج به یک پیکنیک داریم که فرق نداره کوچیک یا بزرگ باشه. ما از یک پیکنیک کوچیک استفاده میکنیم که تو تصویر مشاهده میکنید. این پیکنیک با گاز مایع کار میکنه. قبل بستن مهر سر پیکنیکی به شیر پیکنیک لازمه که یک اورنگ لاستیکی داخل اون قسمت مهر مانند قرار بدیم تا جلوی نشت گاز رو بگیره و بعد اون دوتا شعله پوشی که ساختیم رو روی هر کدوم از پستانک ها میبندیم و مشعل ما آماده روشن شدن هست. خب مشعلمون رو روشن میکنیم ولی میبینید که شعله مشعل پایدار نمیمونه و خاموش میشه. دلیلش اینه که چون سایز دوتا شعله پوشی که ساختیم خیلی کوچک هستن و شعله نمیتونه پایدار بمونه. برای همین احتیاج داریم که داخل هر کدوم از این شعله پوش ها یک تثبیت کننده آتش قرار بدیم. خودتون میتونید قدرت و کیفیت شعله مشعل رو قبل و بعد قرار دادن تثبیت کننده آتش روی مشعل مشاهده کنید. اینجا میبینید که هنوز داخل مشعل ها چیزی قرار ندیم و آتش مشعل خاموش میشه و قدرتی نداره. برای تثبیت کننده شعله ما از نوار شیاردار بست فلزی استفاده میکنیم. کافیه که 3 سانت از این نوار شیاردار بست فلزی رو جدا کنیم و مطابق ویدیو این نوار رو خم کنیم به شکل نوک یک پیکان یک مثلث و بعد این نوار شیاردار یا همون تثبیت کننده شعله رو تا نیمه داخل شعله پوش ها قرار میدیم و خودتون میتونید کیفیت و قدرت شعله رو مشاهده کنید که چقدر تیزتر و پرقدرت‌تر میشه. خب خودتون میتونید کیفیت و قدرت شعله مشعل رو بعد قرار دادن تثبیت کننده داخل شعله پوش ها مشاهده کنید. اگه یه وقت شعله مشعل پایدار نمیموند کافیه که خود تثبیت کننده رو کمی بیشتر داخل شعله پوش ها یا برعکس به سمت بیرون بکشیم تا شعله مورد نظر ما تنظیم میشه. خب به پایان ویدیو امروز رسیدید. اگه از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.